گروزمان به معنی سرای خونیا و آسمان است. با گروزمان با هنر باشید. انتقال از دوره داستانی به دوره تاریخی. اسکندر ایرانی می شود. گروزمان در راه دانایی و هنر همراه شماست. بخش اصلی دوره تاریخی را که در متن‌های معمول حدود 18,000 بیت است، سلسله ساسانی تشکیل می‌دهد. لیکن در اینجا از جانب داستان پردازان تمهیدی به کار برده شده است تا رشته خاندان‌های شاهی به هم متصل بماند، بدین معنی که همای دختر بهمن اسفندیار است و دارا پسر همای و داماد فیلقوس شاه روم. عروس که ناهید نام دارد به ایران می آید، ولی مطبوع طبع شوهر قرار نمی گیرد و پس از چندی در حالی که از دارا آبستن است به نزد پدر باز فرستاده می شود. در خانه پدر از او پسری به دنیا می آید که همان اسکندر معروف است. بنا به این افسانه، اسکندر یک شاهزاده ایرانی است و چون به ایران هجوم می آورد و داریوش سوم را مغلوب می کند، این داریوش برادر ناتنی اوست. تسخیر ایران به دست اسکندر کار شگفتی نیست. یک ایرانی ایران را گرفته است. بدین گونه خواستند بگویند که بیگانه هرگز بر ایران حکومت نکرده است. در این داستان نه تنها اسکندر ایرانی به حساب می آید، بلکه سلسله کیان با هخامنشی در هم می گردد و خاندان ساسانی به آن پیوند می‌خورد.